که وارد بحث اصلی این بحث جلسه این هستش که دوستان سعی کنن که موضوعی رو که مایل هستن برای ماهای آینده گفتگو بشه روی یک کاغذ بنویسن بدن که بتونیم اونها رو چیز کنیم. چون این من فکر حداقل تصور من از این جلسات این بودش که به مسائل عمیق‌تر از این موضوعات بپردازیم. مسئله رسانه ها رو ما فکر کنم بارها همینجا در موردش رو صحبت کردیم. رسانه های این هستش که مثلا ما خوب هستش که ببینیم چه عواملی باعث میشه بحث در حقیقت بشه که به فردی بشه، به شخص یا به نهادی برخورد بشه، به این نگاه کنیم که چه عواملی باعث میشه که چنین تنش‌هایی در جامعه صورت بگیره رو بده و نشریات به جایی که دارای این رسالت‌های خودشون رو پاسخ باشن دنبال یه سری مسائل انحرافی میرن. این هستش که حالا در صورت روال تا این جلسه اینطوری شده، خیلی تصور میکنم بهتر هستش که ریشه‌ای تر برخورد بکنیم، از دریچه فرهنگ رو موضوع نگاه کنیم و ببینیم چرا ما اینجا ایستادیم، امروز ما نتیجه چه رفتار ما در گذشته هست. کی دوست داره از دوستان مایل هستش که این بحث رو شروع کنه؟ آقای مهدی شما خودت این پیشنهاد شما بود، پیشنهاد میدم شما شروع کن که دوستان وقت بگیرن و با کمال میل. من راجع به موضوع که شما الان عنوان کردین یه خیلی کوتاه نظر خودم بدن. من فکر میکنم برای اینکه این جلسات پویا باشه و مورد علاقه باشه، بهترینش این که مسائلی که در کامیونیتی وجود داره باش برخورد کنیم. یکی از مسائلی که الان هست، یعنی سه رکن اصلی که این کامیونیتی رو میسازه، یکیش کنگره است، یکیش رسانه هاست، یکی کامیونیتی. و تا هر کدوم از این سه تا جای خودشون رو نگیرن و اون کاری که بهشون مسئولیت خودشون رو اجرا نکنه، این مثلث کامل نشده و نتیجه نمیرسه. به طور مثال رابطه بین رسانه ها و خواننده به طور کلی پیوند قطع شده. دلیلش این که هیچ نیازی این به همدیگه ندارن. رسانه ها اون چیزی رو که خواننده انتظار داره نمی‌نویسن و رابطه شون در اصل با صاحبین آگهی هاست که از اونجا هم ممر درآمد برای روزنامه میکنن و هم برای زندگی. برای همین دلیلی ندارن نسبت به نیاز خواننده توجهی داشته باشن. برای همین یک طرف این مثلث قطع شده و تا این بار قرار نشه به وجود نمیاد. و فکر میکنم که این جلسه گفت و شنود جلسات میتونه یک محیطی باشه، یک فضایی باشه، نه یک گروه، که همه افراد جامعه بتونن اینجا صداشون رو بزنن و ما بتونیم افکار عمومی درست بکنیم که چه کنگره، چه رسانه ها حساب ببرن. حالا من انتظار داشتم که دیرتر صحبت بکنم، چون که انتظار داشتم که همه شروع کنیم از محتوای روزنامه ها صحبت بکنیم. به نظر من این روزنامه ها هیچ کدوم نشریات نشریه نیستن. درسته که شکل چند تا کاغذ رو دارن، استیپلش دارن، به صورت نشریه در اومدن، ولی نشریه نیستن. ما میتونیم همه این هفته رو با هم دیگه به عنوان نشریه نگاه بکنیم، ولی تک تکشون نمیتونیم. یعنی اینا هر کدوم یک بیزینسن. همونطوری که من دوست ندارم هیچ کس بیاد تو بیزینس به من راه و به من نشون بده، چون که فکر میکنم بهتر از هر کسی میتونم بیزینسم رو راه بکنم، هر کدوم از این نشریات تونستن به نحوی با همه این بحران ها بیزینس خودشون رو راه بکنن، به خصوص نشریاتی که با بیشتر حرفه‌ای عمل میکنن، یه احساس مسئولیت میکنن، 20 سال 22 سال تونستن دوام بیارن در یک محیطی که محیط اصلا سالم نیست. یعنی پشتیبانی به هیچ عنوان از طرف کامیونیتی رسانه ها نمیشه. تنها کسانی که هستن صاحبین آگهی ها هستن که هیچ احساس مسئولیت به کامیونیتی نمی کنن. یعنی اون زمانی که میخوان آگهی به یک روزنامه بدن اصلا توجه نمی کنن این چه روزنامه ای هستش. و یک چیزی که خیلی با این بگم 40-50 نفری که من تماس داشتم میتونن به همه نشریات راحت بگن نشریات خونده نمیشن. برای همین 4 موضوع اصلی رو انتخاب کرده بودیم، راجع به خلیج بود، راجع به کنگره، انتخابات و خود روزنامه ها.
میتونم به شما بگم که از تقریبا هر کسی که سوال میکردیم سه تا جواب نمیشنید. چه بسا که چهار نفرم بود. 34 سال در تورنتو هست، نمیدونه کنگره وجود داره. مسئله خلیج رو که با این وسعت انجام شد، من به شما چجوری بگم که نمیدونن مسئله خلیج هست، با اینکه یه مسئله مهمیه و تا ازش متوجه میشن علاقه‌مند میشن. وقتی از میپرسیم نشریات رو میخونیم، به طور کلی با افتخار میگن نه ما نشریات ایرانی رو نمیخونیم، مثل اینکه خوندنش مثلا نمیداشته باشه. بعد از صحبت این بقیه ادامه بدن. من تازه اومدم ببخشید، مثلا شب برام این میل اومد خود مکنون رسیده. شما دیده این نشریه بخواد ران کنه چرا خرجش در ما؟ 20,000 دلار خرجشه. اینم 20,000 دلار خرجشه. اینم 20,000 دلار خرجشه. از کجا داره؟ بیا راجع به خلیج بنویسه. بار سیاسی داره. یه کمی کم بنویسه. بری ایران دومنشو میگیره. نمیتونی ببین؟ خیلی اونی من بنویسم. 5,000 دلار بنویسم. هر وقت میزم 6 بار میخونم که نکنه به این بر بخونه، نکنه به اون بر اشکال پیش بیاد. فقط مخاطب خودم رو دارم، به دلیل اینکه اگه مخاطب نداشته باشه این مقاله من رو چاپ نمی کنه. مقاله من صفحه 20 بوده که الان 36 میگم چرا کردی صفحه 36؟ میگه مخاطب اون خیلی بهتره، بهتر بنویس. بحث اقتصادی باجت میخواد، پول میخواد اینا رو ران کنه. اینا بابا با سیلی خود صورت خودشون قیلو زیگر میدارم. اینا چکاشو اگه آخر مامرسن باید ببندن. کسی از شوی امارد نمی کنه. یعنی بیزنسه. بله خط سیاسی رو خواهی بگیری برای بعضی از نشریات باید اصلا نری ایران. نمیتونم که بنویسیم اصلا بگی فرض کن. خیلی مسائل پیش میاد. حالا من که مینویسم به طنز مینویسم که حالا خلیج فارس هم مثلا این طور شد. حالا مثلا فرض کن امروز آقای مهدی رضانی که از بهترین هنرمندای ماست برای سایت شما نوشته بود که چرا نگاه ما به نشریات خارج نهید. آقای مهدی رضانی شما میدونید مدال طلایی که امریکا برنده شد در آیس دانسینگ از سمفونی شهرزاد استفاده کرده، شما میدونید که معلمش ایرانی بوده. شما که موزیسین هستی چرا نمیدونی؟ من باید بنویسم. ما همه اون مشکل داریم. منم که دارم بنویسم برای که چهار تا مشکل دست بیارم. من که روزنامه نگار نیستم. همه مثل منم. منم که بنویسم اگه نوشتم اونم سواد ادبیاتم که اینقدر نیست که بیام بنویسم. نویسم نمیستم. مطالب تو صنف خودم رو مینویسم که بلدم. اینا سرهم میکنم مینویسم و مخاطب دارم. اگرم مخاطب نشه باشم روزنامه رو قبول نمیکنه یا رو بیزنس ها نمیچنه. نتیجه این که مانیه برادر. حالا چه مسیر حرکت کنیم که این آقا بیاد روزنامه چاپ کنه و یه خطی بگیره و زندگی شد بچنه؟ اصلا چکر شبت که من تایید میکنم صحبت شما رو. ما عرض کردم بارها ما در مورد چرایی وقت و حال جمعیت ایرانیان مقیم تورنتو صحبت کردیم. چیز عجیبی نیستش. یه زمانی ما جوان بودیم دچار شک میشدیم و فکر میکردیم که چرا باید اینطور باشد و سعی میکردیم که به اصطلاح خودمون آگاهی بیاریم. متعدم وقتی که پا به سن میگذاره با یه سری واقعیت های سطور مواجه میشه میبینه که در اصل اون چیزی که داره اتفاق میفته حقیقت وجودی یک جمع هستش، تزریق نشده، تحمیل نشده و به عبارتی از کوزه همان برون ترابط که در روز این ما هستیم، این وجود ماست،
اون چیزی که موجب تعجب شما شده در حقیقت هویت ایرانی ماست. شما اگر که نشریه جوانان رو، البته این درست هستش که در جوامع متفاوت فرانتز باز کنم طیف ها و اقشار متفاوت از انسان ها هستن با نگرش های متفاوت، اما وقتی که ما وارد حوزه فکر میشویم، وقتی که ما از اندیشیدن صحبت میکنیم، وقتی که ما مدعی میشیم که داریم کار فرهنگی انجام میدیم، در اون عرصه، در اون حوزه، شما در هر کشوری برید میبینید که کارهای جدی انجام میشه. اما اون چیزی که ما میبینیم که شرح حالش روی این میز در حقیقت هست، من به شخص وقتی نگاه میکنم میبینم اونی که به تبلیغ میپردازه به مراتب مطمئن‌تر هست، پاش رو زمین سفت واقعیت هست و برای من حداقل محترم هست چون خودش هست. ما اینجا آقای داشتیم به اسم دکتر یزدان فر. دوستان اگر کسی وقت خواست بگه من کوتاه می‌کنم صحبت. به اسم آقای دکتر یزدان فر که اگر اشتباه نکنم اولین ماهنامه توی این شهر بود و صرفاً کار تبلیغی میکرد. بعدها خب ما نشریه دیگه در آوردیم و از سر خامی و جوانی هر از چنگار متلکی هم میپرونیم بهشون، به صخره میگیریم کارشون رو. بعدها وقتی که شهروند آمد و تفاوت‌ها را دیدیم، ایشون با من نشست صحبت کرد در یه جلسه در مورد شهروند که چرا بی‌اعتنایی می‌کنه به نشریه که تازه اومده و سعی کنه کمکش کنه که سر کارش برسه. گفتش که ببین آقای فلانی، من میزانم پول هست، خب با این من دیگه تکلیفم روشن هست. میگه من برای پول دارم می‌نویسم، هر کی به من بیشتر پول بده هر کاری می‌کنم، خب این تکلیفش روشنه. منطقه از اون تاریخ به بعد شهروند یا نشریات از این دست، اصلا اسم نیاریم، نشریاتی که مدعی هستن در این حوزه کاری و اونی رو عمل کنن که نیست، که ادعا میکنن، خب اون دیگه محترم نیست، اونجا واقعش کار قضیه هست. نجی شما نباید متعجب باشید از این که ما باییم چون موقعیت های مواجه هست. این موقعیت اصل ماست. اگر کامیونیتی ایرانی در مجموع خودش دارای ارزش‌های والاتر می بود، نشریات فرهنگی والاتر رو می توانست داشته باشد. این موضوعی هست که اگر کسی تصور می کنه من دچار رادیکالیسم یا زیاده‌گویی می شم، بایست با فکت و فیگور در حقیقت بیاد ثابت کنه، چون من بهش اینجا هستش دیگه جلوی چشم هاست. فرهنگی ترین اینها میشه شهروند. خب خود این شهروند رو که نگاه بکنید ببینید نقل در خیلی حوزه ها به ویژه حوزه اخلاق داره لغزش های اساسی هستش. خب آیا این صرفاً محدود میشه به شهروند؟ من میگم نه، این یک ویژگی فرهنگی است، یک خصوصیت فرهنگی است که متاسفانه در ما ایرانی ها هستش و باید ریزش درش صورت بگیره با کار فرهنگی، با نقد کردن، با بیان چرایی زشت بودن این رفتار اجتماعی، رای دیگه نداره. بس که من متکلم وقت شدم، بفرمایید. من با آقای مشایخی الان هرچی فکر میکنم نمیدونم تو کدوم نشریه شما من دیشب برام ایمیل آقای شمس ازشون. بله من شهرام میبسیم، چون که من برای تمام اون کسانی که مقاله مینویسن توی روزنامه ها یه ایمیل فرستم چهار پنج سوال میکنم.